کنم شبنم آذر اینجاست. امروز در مهابات هم در واقع یه مراسمی داشتیم و یه اتفاقی هم در جریان یکی از مراسم‌های 40 افتاده. آقای جواد آصفی یکی از حاضران در اونجا که آواز میخوند و در واقع آواز انتقادی داشت بازداشت شده. بیشتر برامون بگو. بله، بازداشت ایشون فقط به اتهام این بوده که در مراسم علی عباسی آواز خوندن و این واقعا تأسف‌آور، این اتفاقی که افتاده ساعت 2 صبح و حمله کردن به منزل ایشون و ایشون رو بازداشت کردن. خب مراسم انقدر مراسم باشکوهی بود که خیلی ها رو شوکه کرد، به خصوص مقامات امنیتی سمیرم رو، و به همین دلیل هم اینها واکنش خیلی تندی داشتن. میدونیم که چند روزه که الان در این شهر درگیری هست و این موضوع باعث شده که در واقع فضا به شدت امنیتی و متشنج باشه. ایشون در اون روز یک آوازی خوندن که با هم خواهیم شنید که مضمون کاملا سیاسی داشت و وطن پرستانه داشت و در همونجا گفتن که ما همه علی عباسی هستیم و بیایید ما رو بگیرید، تا کجا میخواید ما رو بگیرید. و این اتفاق امروز صبح افتاده. از وضعیتشون الان اطلاعی نداریم که خانواده‌شون هم نمیدونن که کجا هستن، از طرف چه نهادی بازداشت شدن و به کجا برده شدن. ایشون شاگرد آقای محمدرضا لطفی بودن، استاد آواز هستن و نوازنده سه‌تار هستن و در همین زمینه هم تحصیل کردن و سال‌هاست که دارن کار میکنن. بریم بشنویم صدای فوق‌العاده. بله همینطوره، بشنویم صداشون. اگر که وطن میکشن مرا، اما خوشم من بیاد بزنی، بیاد بزنی، بیاد بکشید. منم مثل علیم، منم مثل مرادم، منم مثل مجرمم. تک تک ما بله. و همزمان اخباری هم از جو شدید امنیتی در سمیرم به گوش میرسه. بله. در مهابات هم مراسم شمال خدیرپور در مهابات. بله بله، آقای شمال خدیرپور 32 ساله که 3 آذر در بیمارستان عمومیه جانشون رو از دست دادن، قبلا در اعتراضات زخمی شده بودن ولی متاسفانه بعد از اینکه منتقل شدن به بیمارستان جانشون رو از دست میدن. امروز مراسم 40 خیلی باشکوهی داشتن. دختر کوچکشون شعار میداد و همسرشون شعر بسیار زیبایی از شیر کوبی کس خوند در این مراسم، شعری که معمولاً برای داغ‌های ملی خونده میشه در کردستان. و بعد سخنرانی بسیار تاثیرگذاری کرد، گفت که تو همسر من و رفیق، فقط همسرم نبودی، رفیق من بودی. و همینطور گفتش که با این حال بهت افتخار میکنم که در زندگی تو در راه آزادی دادی، مثل همسر تمام شهیدان من هم به تو افتخار میکنم. این مراسم هم امروز برگزار شد، بسیار شعار دادن مردم و در عین حال شعارهای علیه جمهوری اسلامی، علیه خامنه‌ای و خطاب به خامنه‌ای گفتند که ملت کرد مقاومت خواهد کرد و هر چقدر هم از ما بکشی ما باز هم مقاومت میکنیم. به هر حال این مراسمی بود که در به خصوص با این سخنرانی بسیار تاثیرگذار، واقعا شاید بشه گفت یکی از مراسم هایی که از خاطر نخواهد رفت و ماندنی خواهد بود. تصاویری از این مراسم رو هم میتونیم با هم ببینیم. حتما. و ممنون از حضور و توضیحات اینجا در استودیو همکارم شبنم آذر. Yeah.